بندگی کن تا که سلطانت کنند، بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند. سر بنه در کف برو در کوی دوست، سر بنه در کف برو در کوی دوست، چو اسماعیل قربانت کنند. بگذر از فرزند و مال و جان خیش تا خلیل الله دورانت کنند. با عرض سلام مجدد و باز هم خوش آمدین. ویژه برنامه ایت هست و ما در خدمت شما عزیزان هستیم با مهمانان نهایت گرامی و ارجمند ما، جناب استاد حبیب الله شریفی، استاد دانشگاه و همچنان تاتار در برنامه با ما هستن. در این بخش سلام خدمت هر یک از شما مهمانان عزیز، عید شما مبارک باشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. ما هم بنابه خود عید سعید قربان را به همه مسلمانان، خصوصا به مردم شریف افغانستان و شما حاضرین در این محفل، مهمان ارجمند و شما مجریان گرامی و همه عزیزانی که اینجا نشستن، تبریک و شادبار عرض میکنیم. آرزوی موفقیت سلامتی داریم، طاعات و عبادات شما قبول باشه، انشالله حج بریم. تشکر بسیار زیاد. من هم ایده به شما تبریک میگم. سلامت باشه. بسیار زیاد خوش آمدن آقای تاتار، ایدتان تبریک. ایده شما و ایده بیننده های نهایت عزیز ما، ایده همه را، ایده به کافی ملت مسلمان، خصوصا وطندارای عزیز ما، وطندارای ما که شدیدن نیاز به لبخند در روزای اید دارن، تبریک عرض میکنم. تشکر بسیار زیاد خوش آمدین. خب میخواییم که در رابطه به موضوع رسم و رواج ها در ایام عید، مخصوصا ایام عید قربان، با شما دو بزرگوار صحبت بکنیم و در لابلا شاید خاطرات جالب هم به یادتون بیاید، به ذهن برسه، انشاءالله که با ما و بیننده شریک بسازین. بعضی فکاهی هم شاید به ذهن خطور بکنند، اگر چون روزها روزای عید است و موضوعات هم شاد هست و گل لبخند را شما هدیه میتین به لبان ما و بیننده عزیز ما. بله. جناب استاد شریفی، از شما شروع میکنیم. رسم و رواج ها در عید قربان چگونه هست و چی بازی ها، چی سرگرمی های وجود داره؟ بله. خب با اجازه مهمان محترم و شما دوستان عزیز، همه ما شما میدانیم که مهمترین و بزرگترین عید در کشورهای اسلامی، از جمله در افغانستان، عید سعید فطر و عید سعید قربان هست که هم ریشه اسلامی داره و بعد با توجه به همه که ریشه اسلامی داره، از اعیاد بزرگ مردم افغانستان هم به حساب می آید. به نظر می رسه که اکثر رسم و رواج هایی که در افغانستان در ولایت های مختلف هست شبیه هم هست، خیلی تفاوت چندان نداره. مثلا اگر شما نماز عید را در نظر بگیرید، در همه مناطق نماز عید هست و بعد رفت آمد ها و دید و بازدید ها و قربانی و امثال از اینها در عید سعید قربان. ولی مشخصا منطقه ما خب یک دهی هست، یک ولسوالی هست از منطقه، از دوران کوچکی که یاد ما میایم، مردم در پیش مسجد جمع میشدن، باز نماز عید خوانده میشد. بعد از اینکه نماز عید خوانده میشد، باز هم پیش مسجد تصمیم گرفتن که در خانه دوستان بره. او زمان ها مثل آن نبود که مردم در یک منطقه در خانه جمع شوه، در مسجد جمع شوه، که الان فعلا شرایط فرق کرده. او زمان بسیار جالب بود که مردم که اونجا جمع می شدن، بازم یک خانه شروع می کردن دیگه، دید و بازدید، باز کل خانه را هم بلاو تا باز از چاشتم طول می کشید، مردم دوره می کردن، خانه کلگی می رفتن و دید و بازدید و سلام علیکی و عید مبارکی. و چیزهایی که بسیار جالب بود، خب شب پیش از عید بود، مردم همه خود لباس های نو، لباس های جدید می پوشیدن، خصوص برای بچه ها که اون زمان ما نوجوان بودیم دیگه، کم کم یاد ما میایه، بسیار یک شور و شوق مضاعف بود. از جمله بچه ها دست های خیره می کردن، لباس بهترین لباس خود می پوشیدن دیگه، هر لباسی که داشتن رو می پوشیدن، باز آماده می گرفتن برای عید. باز در دید و بازدیدم رسم بمزی بود که بزرگا و رش سفیدا و مثلا عالمای دین اینا هم پیش پیش حرکت میکردن
باز نسل جوانتر بعد از اینا، باز این بچکش ها بعد از اینا، مثلا مرد. تقریبا سه ردیف بود، بس خانوما حالا تعبیر بد نشه سیاست ها دیگر بکنم تعبیر درست نباشه سیاست، حالا همه خانوما طبقه اوناست دیگر، حال جا افتاده، حال جا افتاده چون سیاست رو گفتن خب درست نیست دیگر. شاید شما تانوز نمیدون سرطان صفیه چه در باشه، همه ردیف چهارم بود دیگر. بعد میره خمیر رفتم در خانه‌های مختلف، خصوصا در عید قربان که اکثر حاجی‌ها قربانی میکردن، باز قربانی را اونجا پخته میکردن، نیر خم نبود که گوشت خام تقسیم کنه، باز در اولویت همه حاجی‌ها قرار داشتن که خانه حاجی میرفتیم. بعد ما کاکای می بود، خدا بیامرزه رحمت کنه، و حاجی بود، باز مردم خیلی سرشوق خانه ازو میرفتن. او دو امتیاز داشته که خانه ازو همزو قریه اصلی یک کمی فاصله داشت، دورتر بود، راه دورتر، بعد او خودش قربانی رو میکشت، بعد خودش پخته میکرد، خود همزو حاجی بسیار شوروای خوب خوشمزه پخته میکرد، بعد مردم میرفتن به شوق. یکی دورتر از مازو قریه اصلی بود، به خاطر از یک فاصله خوب پیاده روی نبود، یکم گوشت خوب قربانی خوب هم میکشتم، غذای خوب پخته میکرد. بعد دیدن از او به سر شور شوق شعفی خاصی داشت. بعد به ترتیب میخانه ها رو میگشتیم و تا آخر بعض اوقات میمون برای فردا، حتی چون خریه زیاد بود، خصوص خانوما که خیلی اشار رو بستن، باز اینا یک اشاره میکردن، یک چند خانه رو روز اول میرفتن، باز خانه یکی میموندن فردا و پس فردا، یعنی اما اشاره یک حالم داره که مثلا یک توی از یک هفته، از یک روز به یک هفته میکشه، از یک هفته به یک ماه میکشانه، چیز ایده من بر خمیست دیگه نیم بسن حصل برنامه و ایده و مدرسه، باز یا اما اشاره همون زمان زمان قدیم داشتن، زمان قدیم زنها خیلی اشار بودن، باز اینا همون برنامه ایده خدا طول میدادن دیگه، مثلا دو روز و سه روز مردا بنده خدا سر کار میرفتن دیگه، این تمام میشد، ولی سیاسارو همو برنامه ایدی شو بود و دید و باز دید، حتی غذاهای بهتر از روزی قبل اینا. اینا در مجموع ما رسم رسوم بود که لباس نمو پشیدیم، دستای خود خیره میکردیم، بعد خیلی شور شوق بود، پس پیش مسجد جمع میشدیم، بعد از نماز عید خانه دوستا و فامیلا میرفتیم، من قصه رو گفتم که در یک روز نامش بود خانه گشتک، از اولین خانه شروع میکردیم تا آخرین خانه را دیگه، حالا گاهی ممکن است تا بعد از ظهرم طول میکشید، و جالب بود که همه جای مکم غذا بخوردیم در عبوس حالا خلاصه شو بوده من گفتن اونه که اید و مجلس ها همین خانوم ها رنگین تر می سازن، فهمیده میشه که چی گپ هست، اگر به مردا باشه خمسته روز اجباری و سیپری میکنن میان طرف گفتیم اگر خانوم ها نباشه نصفی نه 80% دکان ها سقوط کردین خدمت مبارک شما عرض کنم که آنچه را شنیدید یک پیام بازرگانی بود. خب برمیگردیم با آقای تاتار. بله آقای تاتار، رسم و رواج های مناطق شما چگونه است؟ چگونه از عید تجلیل میکنم؟ سلام ویژه دارم خدمت همه وطنداره نازنین ما که من تعبیر رسم و رواج های اینا رو میکنم. البته تاتارها در مجموع و اخصا تاتارای سمنگان دهنشین هستن، یعنی شهری نیستن، شهر فاصله دارن. رسم و رواج ها تفاوت بسیار عمیق با شهر ندارن، ولی بر تناسب دیهات بودنشان و همه چیز بر مبنای سادگی تمام جشن گرفته میشن. در مجموع رسم و رواج های قشنگی دارن. هر وقت خاطره های جشن عید در منطقه یاد ما میآید، حسرت او سادگی و او اطمینان خاطر و او ذوق و شوق آدم هنوزم مبتهج و یک رقم ذوق زده میسازد. عرف به این هست معمولا همونطور که بیشتر استاد گفتن، عید قربان نه تنها یک سنتی در ممالک اسلامی بلکه یک سنتی کهن بشری هست. یعنی در ادیان سماوی حتی گفتن میتونیم، همونطور که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام ابو الانبیا، پدر انبیا، که به او هم یهودی ها هم مسیحی ها هم مسلمین باوری امامت دارن، ای به یک شکل عرف نمادین و مبارک برای جامعه بشری و اخصا برای جامعه اسلامی به میراث ماندن. و قربانی همونطور که از نامش پیداست، یعنی ایثار، فداکاری، قربان شدن، فدا شدن در راه و مسیر مطلوبی که یار به اصطلاح از انسان تقاضا داره. و این یک نفس قربانی
یک باور بی‌نظیری هست واقعاً. یعنی تاریخ بشر به یه حماسی عجیب و بی‌نظیر و بی‌مانند را سراغ ندارند. شما برای عبور از خیلی مسائل حاشیه‌ای زندگی، رفتن به یک معنا، رفتن به یک مطلوب و مقصود که هم رسیدن به خداوند است، مجال ندارن که باید قربانی بکنین. یعنی قربانی غایت و نهایت رسیدن به خدا. این طوری که گفتم هم که از انبیای ما به شکل نمادین به ما به میراث ماندن. اما عرف مسلمان ها، خصوصا عرف قشلاق و قریه های ما هم این جشن زیبای دینی را به شکل سادگی تمامش جشن میگیره. اونایی که قربانی دارن، عرف به این هست که اغنیا، مالدارا، سرمایه‌دارا اول از طریق که ملکای قشلاق یک سروی میشه که مثلا که قربانی داره که ندارن. معمولا اونجا همه مالدار هستن. وقتی کسایی که قربانی دارن، لازم در تقسیم بندی یک فقیری که قربانی نداره سهم مسلمش بالای و غنی هست. که وقتی که ذبح میکنن او آدم سهم خدا به طور مسلم بر میدارن. بعد امی رفتن طرف نماز عید، چیزی که فکر کنم شاید استثنایی تر باشه ای هست که طلبه های مدرسه، امی بچه های نسبتاً که ذوق صحبت کردن داره، سخنوری را داره، اینا تمرین میکنه در روزای عید، در روزای به اصطلاح برات. یکی هم نیست ماشاءالله، پنجی دهی به نوبر نتا کنار صدا میکنه، ولی جور انتظار بیشتر روی بازوهای مردم است دیگه. اما خب اونم به تناسب همو سن و سالشان برشان بسیار لذت بخش است. یعنی عید واقعی را اونا همون روز واقعا من خودم این تجربه ها را داریم. یعنی که عید می آمدن طلبه های مدرسه مقالات را یاد می کردن، می نوشتن در فضایل قربانی یا هر بخش بودی دیگه. بعد نطاق دیگه بسیار با تجمل دیگه پشت میز خطابه قرار می گرفت و یک به یک بز و نوبت صدا می کرد. طول میداد برنامه را. بعد مردم هم واقعا با مو حسن نیتی که نسبت برای مدرسه و برای طلبه های مدرسه داشتن تشویقشون میکردن. اینکه مثلا به بچه فلانی امروز خوب صحبت کردن، چطور حرف قشنگی گفتن. ختم نماز، اما مصافحه و معانقه که در مسجد است، معمولا اونایی که صوفی مشرب هستن بعد اوجه میشینه یک حلقه ذکر را برپا میکنن، ذکر میکنن. بعد اونایی که قربانی داره میره سراغ قربانی هایشان. به این ترتیب مثل پیشتر استاد عرض کردن دیگه، هر که مراسم های خوشی دارن دیگه. بچه ها یک زمان بود در مناطق ما بیشتر جشن ها را با استقبال، با بزکشی و محفل های موسیقی های کلاسیک دیگه، نی و دف و دنبوره جشن می گرفتن. هر قشت و قماش از خودش دیگه، مثل که بیشتر صوفی ها را گفتم، صوفی صاحبا ذکر خودشان را داشتن، حلقه خودشان را داشتن، اما خراباتی ها و بچه های شوخ مجلس خودشان را داشتن دیگه. همینطور طبقه خانوما، دختر خانوما جای مشخصی از خودشان را داشتن دیگه، می رفتن. واقعا برنامه ها ما هر وقت یادم میاد، یعنی کیفی به او قشنگی، به او سادگی تمام، هیچ چیزی زیباتر از این در ذهن آدم نکاس پیدا نمیکنه. باز مردمی ارجمند سمنگان و شهر استوروی، تهمینه و سهراب، اونا دیگه وقتی که عید میکنن معمولا هم تفریگای جمعی و عمومی تخت رستم هستن. همونجا میروان. خب ختم برنامه نماز یک عرف بسیار مبارکه که معمولا در همه جا بیشتر و در اون جا هم بیشتر است. حق اولویت همونطور گفتم که در قربانی برای مساکین و برای فقرا هستن، همینطور رفتن و عید گشتگ هم برای خانه های کسایی است که حق اولویت دلجویی
به خاطر امو تسکین خاطرشان که مثلا مصیبت زده باشن یا فقیر باشن یا غم دیده باشن اونجا مردم میروند. گرچه آفتهای مدرنیته آسیبای خود دار، حالی این برنامه ها کم کم نقش خود تقریبا باخته. مثل که در رسمای ایدی گفتم که مردم های تاتار امو طوری که اسب تاتاری نام داره، بیشتر برنامه هایشان با اسب دوانی و با برنامه های مثل بزکشی و مثل قشتیگیری و مثل برنامه های رقص و موسیقی گفتم بپا می کردن. حال فعلا ورزش های روز مثلا والیبال بسیار پررنگ است. بله کسایی که مثلا رستوران داری بلد است در دهات، اونا مثلا یک بره و گوسفندی چند را میکشه، بعد در یک گوشه میروند اونجا میله برپا میکنن، بچه جوان ها میروند اونجا دیگه، اما محفل والیبال و جشن و نشست و تجمعشان را میداشته باشند. در کل رسم خیلی متفاوت نیست، ولی سادگی رسم یک تفاوتی و کشش خودش داره. بله، به نظر من جالب است. میگن حتی آدم قصه شب بشنوه لذت میبره. بله قطعا. بله. اگر اینکه برین اونجا ببینین شاید لذت بیشتر ببرین. چون دیه هست، مرغزار است، چمن است، سادگی مردم است. اینا همه چیز لذت خودش داره. دقیقاً بله، دقیقاً. جناب استاد شریفی خودتان چند سال میشه دستان خینه نکردین؟ الان یک سال میشه. یک سال یعنی تو پارسال هم خینه میکنید؟ بله دیگه. آخرین بار که خینه کردیم کدام مراسمی بود؟ نه دیگه فکر کردم که عید بود و منتها به اصطلاح کدام مناسبت خاصی نبود. تا جایی که یاد میبینم عید بود، نمیدونم عید فطر بود یا عید قربان بود که بیشتر خینه کردن هم در این ایام رسم و رواج هست دیگه. دیگه البته نیخم طرف آقای ما تاتار نگاه نکرد، ما از قرن حجر و زمان خیلی سابق نیستیم، از دوران اصحاب کف که مثلا شما به این سوال عجب برم کنیم خیلی تفاصیل نداریم. مثلا عباس شما چند سال؟ شاید یک پنج سال تفاوت داشته باشیم. پنج سال با سنی مثلا یک جور نگاه میکنید که انگار ما از دوران اصحاب کفیم، شما مثلا نسل امروز نه نظر دم قصایتان دوران از اصحاب کف بری بودالا اصلا که ما تاریخ خوندیم دو دوره ای تک چیزا بودن. شما آقایت همسن سال ما بودین اینا لخ ماشالله کلان هستین اونتر نیست آقای آقای دکتر بیشتر شما مهمان بودین بعید یا میزبان؟ البته دو امید است دیگه هنوز خلاص هم نشدن بعیدایی که در کابل داریم منظورتان است؟ مهمان بودیم. چون قرار بودن که قربانی ما از وطن میاین و متاسفانه دیگه موکول به بعد اید شد، شاید این روز سه امید برسه بر ما. معمولا کسای قربانی می داشته باشن اونا میزبان می باشن، می روند دوستایشان نه که فلانی قربانی دارن، ما هم تا رسیدن قربانی ما را مهمان هستین، بعدش با شما میزبان هستین. بله. بسیار خوب. آقای شریفی شما تا نوز کجا ها رفتین؟ من در زندگی خیلی چانس داشتم، الان خوب است همیشه در مهمانی بودم، خیلی کم فاق افتاده که میزبان باشیم. آفرین من تا یک نکته را آقای تاتار اشاره کرد، خیلی از ولایتشان تعریف کرد که تهمینه و داستان سهراب و اینا اونجا اتفاق افتاده. بعد نیست خورم عباسی من بگیم که رکویدا در امزی ولایت ما سروده شده. رکویدا یک از اشعار بسیار ادبی چیز است، البته این تبلیغات دیگه به تحقیق شد. بعد یکی از دوستای ما می سوال بیسود دیگه الله به خاطر است میگه یک تحقیقات انجام داده بود، میگفت که حضرت ایوب پیامبر از بیسود بوده. بعد دوستای دیگه شوخی گفتن که خب حالا که شما جعل تاریخ میکنید، سند سازی میکنید، حداقل یک پیامبری که مشکلات کمتر داشته او رو میگفتین، مثلا از ولایت بود میشه حضرت مسیح یا حضرت ایوب. حضرت ایوب خب پیامبر بود، خیلی مشکلات زیاد داشت، صبر ایوب که میگه. و حالا خصوصی چون ایامی دست خواستیم شوخی بکنیم، چون آقای تاتار خیلی تعریف کرد که
سهراب و تهمینه و استوره های مختلف شهر استوره ای ولایت ما کم نداشته. خب چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. شما تحقیق کنید. شهر ما با نام تهمینه گره خورده. من دخترم تهمینه نام دارن. چون هر سمنگانی معمولا با این حماسه یک ذوق عجیبی دارن. به او خاطر این چیزی نیست که ما خلاف روایت تاریخ گفته باشیم. واقعیت امر است. سرزمین ما سرزمین قهرمان پرور و در مجموع وطن ما وطن قشنگ است. یعنی وطن ما هر دره و گوشش بیشه از شعرها و از فرهنگ ناب و فرهنگ قشنگ است. خوی فرهنگ ها بارور می شود، روایت ها مدون می شود، روایت ها به قرائت گرفته می شود. ما اکثر تسامح را متاسفانه نداشتیم. جنگ ها آسیبای عجیب خودش داره. وقتی که ما روایت از یک دهی در وطن خود ما میکنیم، در مجموع در رسانه دیگرها از خانش روایت کمتر خبر است، یعنی بیگانه تر است. به خاطر از اینکه ما برای تدوین یک فرهنگ جمعی کمتر کار کردیم و وقی را کمتر گذاشتیم. به او خاطر حرفای دل استاد نرنجه، وطن شما وطن خشنگ است. نه ما نزدیک است. آره یک اصطلاح علما میگه اثبات شی نفی معادا نمی کند. مثلا اگر شما یک چیز را ثابت کردین، این به این معنا نیست که این اینجا هست در جای دیگه نیست. ما امید هست و واقعا فرهنگ ما و سرزمین ما دارای فرهنگ غنی هست. جاهای مختلف رسم و رواج های خوب هم برخم که آیت تاتار اشاره کرد، بیشتر زیبایی هم در اطراف هست. حالا نمیدونم به خاطر همون خصلت دهنشینی و اخلاق نابی که مردم دارن. بعد ما خو حیف هم آمد که این قصد تعریف کنه از ولایت خود ما نگیم دیگه. استاد شما گفتین که بیشتر مهمان بودین، میزبان نبودین. و یکی مهمان بیشتر بودین، حتما هر جایی که میرین اونا دختر دارن، پسر دارن، اطفالای خور دارن، حتما چشمشان هم طرف جیبتان هم هست که ایدی میتین یا خیر. باید تا هنوز چه قمع صرف کردین، چه قیدی دادین؟ دیروز هر چی که پول خورد داشتم من تر از جیب من پرید کلن، ولی پولای کلان خود ما کم کردیم یک جیب بری ما پولای کلان بری ما حتما نگو کردیم یک بس. حالا من دید و بازدید چیزا هست، آدم افراد مختلف، فرهنگ های مختلف میبینه و لذت های مختلف و ایدی واقعا چیز بارزش است. هم ایدی بگیرین هم ایدی بیدین دیگه متراسی دیگه. خب ما مسافرت زیاد داشتم در زندگی خود، تقریبا مسافر بودیم کلن دیگه. بعد تا جایی اینکه بیدانم میتونم ایدی بیدیم، ولی ایدی کمتر گرفتیم امروز. اگه آقای تاتاری شما مثلا خوب است، امروز انشاءالله ما منتظر هستیم که از شما بزرگواران. استاد بیشتر گفت که پولای کلان خودم ماندی. حال دیگه او با ما باید خورد بسازیم بگیریم از پیشش. بله بسیار خوب. آقای جاتر شما چطور؟ چقدر مصرف کردین از دین روز تا به حال؟ والا چی نگرفتیم؟ امار نگرفتیم، اون تا کم و بیش مصرف کردیم. خب، من تا جایی که یادم است. حالا وضعیت جیبو فرق میکنه. آدم اگر بگه وقت در پنل تلویزیون میشینه لاف نزنه، واقعا اگر بگه حال وضع جیب کلگی یک رقم مزه نداره، جیب درد است. بله بله. من تا جایی که یادم است یک زمانی که خود بودیم خانه ما که مهمان می اومد، وقتی که مهمان میرفت میشید، وقتی که میبرو زود که سر رایشان استاد میشیدین، طلب خونه میکردین، ولی یک قسم سهل میکردین طرفشان که خودشان باید بفهمن. من طرف خلاف کردم. استاد میشیدین دست در پشت گرفته که برای ما ایدی بتا. شما معمول دست یک میتر برای اشتکایی های ای زمان. همه سابق بیشتر با نگاه ها بود دیگه، درسته؟ بله. مثلا اگر پدر مادرم ناراحت میشد، طرف بچه خود یک نگاه معنادار میکرد و تغییر میکرد. حالا بدبختی است که تو اگه نگاه کنی و بدتر نگاه کنی طرف تو. مثلا تو میخوای یک پیام روز بازو برسانی که فلان کارت خوبه یا بده، مثل بچه های امروز دیگه نه، و اون روز یک نگاه دیگه میکنی چی مثلا. حالا خب شرایط فرق کرده دیگه، بیشتر میگه بیدر بیده دیگه. امروز مقصد اردویتان استاد در رقابت هستن، ببینیم کی بیشتر ایدی میده بر ما. ما از دیگه بازی هاش رقابت بسیار سالم. نه استاد، اما کسی که اینجا خوردترین بود و نمور ایدی بتن نه. خوردترین بود. نمیشه که کلاگ کلانا رو میدید. تذکرها رو بیاریم روی میز بگذاریم که خوردن که کلانا. خوردترین رو کیست دیگه؟ خانم نه دیگه. از اینجا او طرف نه. از اینجا او طرف نه دیگه. نکن دیگه. نه دیگه. سیاه خب استاد، رسم و رواج ها از زمانی که سابق به امروز چقدر تفاوت به ایشان آمده، چقدر تغییرات آمده؟ خیلی
خیلی ساده که بگیم زمان سابق خوبیشی بود در اطراف ارتباطات عمیق و عاطفی بسیار زیاد بود دیگه، یعنی واقعا مردم که اصحار محبت میکردن از تای قلب بود دیگه، خصوص در اطراف که این مسئله خیلی خوب بود. یا همین خانه گشته که ما که میگیم، خب از یک جهت بد بود آدم در یک روز 15 نفر غذا بخوره، ولی که شما به خانه هر دوستی میرفتین، خانه از رو میبیدین، کیفیت زندگی از رو میدیدین، یا مثلا پیرمرد پیرزنی که به هر حال سنش بالا بود یا مریض بود، توان زی نداشت که او در جنب شما در پیش از او میرفتین، یک احترام خاص نسبت به او داشتین، اصلا صله رحم یا رفت آمد های، یعنی الان به ساده ترین زبان این است که شما یک پیام آماده در گوشی خود دارید، به خیلی کسا مور میفرستین، یا بدتر از او که حتی شما در یک جمع جماعت مورین که ایامید هستین، خیلی سلام علیکم، ساده سلام خوبی سلامتی دیگه تمام، بعد گوشی همه مشغول بازی فضای مجازی و اینا. تفاوت 180 درجه شد بیشتر دیگه، حالا اگر وارد جزئیات شویم، از رفت آمد ها گرفته تا غذاها تا چیزهای دیگه، مثلا زمان سابق هم زندگی مردم خیلی چیز نبود، عالی نبود که مثلا ما بگیم اون زمان خیلی گوشت فرایمان بوده، ولی مردم و اخلاصی که داشتن یا حاجیایی که داشتن، اما بهترین گوسفند خود قربانی میکردن، با یک اخلاص به مردم میدادن. اما داستان حاجی کاکایم که واقعا بهترین گوسفند خود از اول سال نگاه میکرد تا زمان عید، بعدش میکشت و بعد با یک احترام خاص به مردم میداد، اگر لذت و مزه داشت هم به مزه برنامه بود. حال خب جسارت نشه و از اون میگه خب بدترین گوسفند پیدا کنیم. بعد بعضی از خانواده است که یه گوسفنده که میکشه، چیزی که گوشت خوب است رو خودش میگیره، مقدار به همسایه ها و طرف فرک سمای به عمل، یعنی کم کم متاسفانه فرهنگ آدم ها میشه به فرهنگ خیلی منفعت جویی و به اصطلاح جلوگیری از بعض مصارف، البته در کارهای دیگه هست ولی در قربانی که نمیرسه دیگه. خب فضای مجازی واقعا همه بنیادهای اخلاقی ما و شما یا بنیادهای فرهنگ اصیل ما رو واقعا از بین برده، یعنی شما امروز میبینید که تمام سلام علیکم در فضای مجازی است، البته خوب و بد نیست، اونم در حد خودش، حالا آدم به افراد دسترسی نداره واقعا خوب است، ولی اگر ما واقعا بتونیم به فرهنگ اسلامی عمل کنیم و به عنعنات مردم افغانستان، خصوصا در کسانی که بزرگسال هستند و حق زیاد به گردن ما داره، لازمش این است که باید بریم در خانش حضوری ادای احترام کنیم، سلام علیکی کنیم، ایدی بدیم، ایدی بگیریم و اون احترام خاصی که هست. اصلا همین صله رحم که اینقدر در اسلام مورد تاکید قرار داده و جالب است که باعث برکت در زندگی می شود، عمر انسان طولانی می سازه، همه شمی است که ما حضوری در محضر دوستا بریم، از نزدیک اونا رو ببینیم، روزگارش رو ببینیم، خانش رو ببینیم. یعنی باور کنید شما یک وقت مهمانی میدین یک لذت داره، گاهی در خانه یک نفره که میرین برای او خیلی لذت بخش است، برای شما لذت بخش باشه. به هر حال تفاوت زیاد است دیگه، اگر وارد شیم شاید یک ساعت تفاوت رو بخواهیم. واقعا تفاوت ها خیلی نهایت زیاد است. خب خانم عباسی چطور است که به نوبت یک دانه فکایی کلو ما بگیم؟ بله که برنامه هم یک کمی بخندن کلگی. چطور نظر شما؟ خوب است، سر آلی آیا امید است یاره. شروع کنید از شما. من؟ بله. بسیار خوب من شروع میکنم. خب میگه یک نفر آب بازی میکرده. ای در آب بازی رو یاد نداشته، کم است که غرق شده و جیغ میزده که کمک کمک، ما آب بازی را یاد ندارم. یک نفر هم از اونجا تیر میشده گفته چه جیغ زده روانی، ما هم تنیس بازی را یاد ندارم، مال جیغ بزنم. خب استاد خودشون، ما چند رقم فکایی بردن، دوباره زنا بگیم، دوباره مردا بگیم، دوباره کودک ها بگیم، دوباره دکتر بگیم، دوباره کی بگیم شما چقدر دکتر؟ برو دوباره زنا بگو تک فکر کنم. وای تو با چون آب بازی گفتیم، آب بازی یاد بگیرین خوب است. زن یک نفر آب برده بوده، سلام آب برده بوده، بعد دی بالار نگاه میکردن طرف بالار، بس گفته که خب آب سر پایین برو، شما چرا بالار میبرید؟
گفته خدا بیامرز در زندگی خود بسیار سرزور بود، اما لی ممی به طرف بالا نگفته باشه. شما بایز خنده نمی کنید. باسه چونی گفته باره زن آقا؟ دوباره مردم بلد است. خب ما میخواییم دوباره استاد بگیم. حالی باش که آقای داتر می بگیم. باش که بگیم باسه باشه. یک شاگرد از استاد خود پرسان میکنه. چرا استاد بعضی هم کتاب، میتاب، قلم، علم، بایسیکل، مایسیکل میگه. استاد رو گفته برو بچه اونا سواد مواد نداره. نه. ما خود نوبت ما با خانم عباسی دادم. نه دیگه کار نکو بگو دیگه. کسی خلفه همین بخشید. براستی اجیاد من نیست. من چی بگم بر شما؟ کسی ها با بازی شدن دقیقا اگر همی طور باشه شنیدیم دیگه معمولا. در کسی بوده خیلی به جان مقابل و کسی که به یه ارادت داشته باشه مثلا ملای مرشیدی صوفی به اون موردش میگفته که خب از فضایل میگفته از این که بالاخره تو به جایی میرسی که میتونی که سر آب راه بروی از قضا این مرید با این اخلاصی که داشته مثلا امو ویرد و اوراد را که برش یاد داده این را میخوانه با ایمان کامل و اصطلاح خود در آب میندازه و پرت میشه و از دریا میگذره. بعد باز برای مرشید و مرادش میگه خب یعنی من خب بخیر آمدم، شما هم چی کنین؟ شما هم خود تا نبندازین که ما ببینیم. باز میگه که الان ما در او جایگاه نرسیدیم، در او جایگاهی که شما رسیدین از ما گفتن بود ولی عمل نیست. حالا گفته های بکردار مثل شبیه همی هست. دقیقا. یه رسم زیادی در زندگی ما شده. آره یکی دیگر یادی ما آمد میگه یک نفر از ده منزل پایین افتاده بوده. مردم گرده برش جمع شده این نفر همون قدمی که داشته پرسان که از چی گفت از گفته هیچ ما هم تازه رسیدیم نمیفهم چی گفت. اینه باشه. میگه کدام کسی از راه تیر میشده یکی امروز استاد بود از او سوال کرده که ببخشی بیادر گفته این سرک کدام طرف میره؟ گفته بسم الله الرحمن الرحیم. گفته ولی ما 40 سال است اینجا زندگی میکنم ندیدیم که سرک کدام جای رفته باشه. جای باشه. همینجا که هست. خیلی خوب. خب استاد امروز نمیخوایی نیده بیتین کسی را؟ اما خوردهش خود دارین. مایدهش دارین. اون سلامتهش را بکشید. خب بعد پشت صحنه اینجا در اینجا اگر دیدین چی؟ مثلا ریا میشه بگوین ما براتان فکایی بگوین ما را دیدین براتان دو بیتی بخوانیم ما را دیدین شعر بخوانیم دو بیتی بخون دو بیتی بخوانیم بچ ای آماده تیاره از روش نه از حفظ از حفظ میخوان از روی خاص همه اینجا نام نوشته نه نه دیگه اگر دو بیتی بلد هستی از حفظ بخون ایدین نقد آماده است ولی از روی کاغذ که همه خواه. از موضوع خواهست از شلط و صوبه هر کس از حفظ خان خانمو ایدی داره سعیست؟ اینه نگوین که ورق چیز نوشته است این سبستره خواه دو بیتی چی رقم برد بخوانم استاد؟ خود دو بیت اصلا روبایی بخوانم دو بیتی کم برد دو بیتی این دو تا بیته روبایی باش چهار تا بیت باشه اگرم چیز مثنوی بخوان یا غزل بخوان یا غزل کامل بخوان ایدیت نقد آماده است. نه دیگه حالا تو از دو بیتی بردی در غزل اینا شش بیتی برات میخوام چهار بیتی برات میخوام چهار بیتی بخوام سه بیتی برات میخوام چهار بیتی خلاصه که منظور پول در آوردن از هر طرز باشه از پیشت میگیریم و میخوانیم میگه یک دو بیتی است استاد خو خب بریم چهار بیتی بخونیم چهار بیتی دو بیتی آ چهار بیتی است دیگه داره میگه بخوانم بیت سیغانی به نامت در خواب باشی بسوزد استخوانت تو را قسم میدم به شیر مادر نخوره دست نامحرم به جانت سلامات
سوال نقد دیگه ها این نقد نه خودت بخون ما دویتی استاد نمیدم دیگه چی دیگه امزید خبر نیست خونه ایدی خون برا خو میتنی رو نمیتنی دی آخ خیدی نشی از شما کس از ما خو از شما ما از بازم فکایی نه خب برو خیر اگلیاس شکن یک فکایی بگی چی گفتی خنده دار باشه مقصد خنده نکردیم بازی دینه اگه فکای تکراری بود یا خیلی بعض فکایا اصلا نگی بهتر مثلا از اون فکایا بود جریمه تازه میشی ولی ایدی که چی دیگه یک نفر میره پیش سلمانی خب این روزها ماشاءالله سلمانی هم که قبیروار است تا جای قصه هاش هم میشنم که در نوبت است میره پیش سلمانی سلمانی میپرسه خوشویی چطور است این میگه خوب است بازم چند لحظه سپری میشه میگه خوشویی چطور است بازم میگه خوب است بازم چند لحظه سپری میشه میگه خوشویی چطور است این قارش میگه او بیادر تو رو به خوشویی چی هر دقیقه پرسن میکنه خوشویی چطور است میگه به خاطر که هر دفعه نام خوشویی تا که میگیرم مویای سرت سیخ سیخ میشه خب یک فکر من دوباره سلمانی بگم دوباره خودم است مفرمون یک کسی سرش مثل ما مونه داشته بود رفت پیش سلمانی بعد به سلمانی گفته تو باید از من این خدمت بگیری خاطر از اینکه مو نداره به سلمانی گفته من باید از تو دو برابر بگیرم گفته چرا گفته به خاطر از اینکه من بگردم مو پیدا کنم خواه یه گرد به گرد شد بس خانم باسی دوباره صفر شد این حال باید باز یک فکایی بگو یک شعر بخونی شعر بخون از حفظم بخون دوبایتی بخوان، حفظ بخوان تا جایزه دریافت تا جایزه دریافت خیلی خب، من حفظ نمیخوانم دوبایتی حفظ نه است، از روی دیگه فایده ندارید نه هیچ فایده ندارید من یک فکایی دیگه هم میگم باز آقای تاتار اگر کدام فکایی گفته تا نیست خو ایچی اگر نتونست باز من ایدی خودم میگیرم از میگه کدام تا شهر بوده در بین شهر یک دانه چا بوده خب در این چا دیگه هر روز مردم که تیر بیر میشده یک نفر دو نفر سه نفر روزانه میفتیده خلاصه زخمی میشده گاهی وقتا میمرده و این رقم همین هوشیارای هم شهر جمع شده کلشان گفته بین یک تصمیم بگیریم که مردم از این بدبختی و فلاکت نجات پیدا بکنه خلاصه کلی از جا جمع شده و یکش پیش آمده در میدان گفته که بهتر بیا یک کار دیگه بکنیم که خدا بکنه گفته چی کار بکنیم گفته صاحب میروان همی دمی پالوی همی چای یک امبولانس استاد میکنیم هر وقت کمی نفر افتاد ترق میبریم شفاخانه گفته آفرین نظرتون خیلی خوب است خب یک دیگه ایش آمده از یک دوشیارتر بوده گفته که نه خود چرا این کار بکنیم در وسط را شاید همی نفر بمره گفته بیاین یک کار دیگه بکنیم چی کار بکنیم گفته در پالوی همی چای یک شفاخانه جور میکنیم کمی نفر افتید دفتن در شفاخانه همی بریم خوی اوشیار سیومی آمده گفته نه او برادر چرا مقام مصرف کنیم نمیکنیم همه مصرف این شفاخانه جور کنیم امبولانس استاد کنیم ای تو گفته بیاین که اینی می چهار سر شکر میکنیم میریم در پالی یک شفاخانه دیگه یک چا میکنیم عجب خوب راست میگی عالی بود عالی بود نوبت آقای تاتا بریم وگرنه جریمه حتمی سن من جریمه رو دیگه میگیرم خیلی خوب استاد شما از ایده حتما یگان خاطره جالب و خوش دارید هم از وطن هم از خود کابل و این مدتی که مسافر بودیم یک خاطره جالبتون رو برای ما بگین که خیلی براتون جالب تمام شده باشه باید خاطره جالب خب بیشتر خاطرات خاطرات شیرین هم دوران کودکی است و هر چی شوخی و شادابی هست هم دوران کودکی دیگه دارست بله. کم کم همین که میگه جوانی شعبه از دیوانگی است واقعا همون است مثلا آدم در دوران جوانی کارای میکنه که بعد در سن بالا رسید میگه که چی دیوانگی های خب ما همون خاطراتی که مربوط به دوران کودکی بود در یام عید خانه یک از دوستا رفتیم یک همی دسترخوان آورد که نان بره شوربا اتفاقا بود اول نان خشک میارد درسته یه تا رفت صاحب خانه ما می کل نان خشک می بچه هایش تاشک کرد یه آمد سعی کرد که نان خشک نیست شوربای خالی رفت دوباره دنبال نان نفرم کم بود یه بسه که رفت دنبال نان و نان آورد یک کار دیگه پیش اومد بسایم نان ما میتاشت کردیم بعد دفعه سوم که اومد متوجه شد یک تعبیر داشت که ای غلط حال مرو بازی میدین شما آره یک چیزی بود که مو صاحب خانه بنده خدا رو ما آزار داد دیگه خاطرات بازی شدم نیست بعدش هم قبل گفتن نیست ولی با ما هم امیدوارم که همیشه زندگیتان پر از خاطرات خوب باشه بله شما کدام خاطرات جالب اگر در ذهنتان خطور کرده باشه آقای تاتار اتفاقا نمی ایام خوشی، ایام عید، ایام خاطره هاست بله بله ایام خوبی ها و ایام به اصطلاح همون لحظاتش به ذهن آدم حک میشه، میمانه چون همهش خاطره است ما زیاد خاطره داریم یکی از خاطره های دوره دانشجویی ما بود که
در لیلیه بودیم و دیگه کسی نبود. باز ما تصمیم گرفتیم خانه استاد ما بریم. خانه استادایی که با ما درس داشتن. بریدی بریم و بالاخره مثل که قصه دزدی نانیشه کردن استاد، ما وقتی که خانه استاد ما رفتیم، یکی از استادایی که ما تو ما دزدی نکرده فقط برد باشه دیگه، اتفاقا استادی که با جمع امی دانشجویاش یک میانی خوبی هم نداشتن. باز ما با احترامش رفتیم و استاد پشت چای رفتن. با ما امی چیزی که چیزای ارزشمند در قاب بود رو جیب ما انداختیم، گفتیم از این استاد هرچی که میتونین بکنین. این یکی از خاطره های دوره دانشجویی و دوره ایدی ما بودن. اما از دوره های طفلی اید در دهات در خشلاق خاطره های خوبی داریم، خاطره های بسیار قشنگ داریم. یکی از خاطره های ما دوره هایی بود که مسلماً هرچی باید نو باشه. یعنی یکی از معناهای عید هم نو شدن است، جدید شدن است، آپدیت شدن است. این انسان باید خودش به طور ظاهر و باطن نو بسازه، یک تغییر در خودش بیاره، در شکلیاتش، در معنویاتش. خب او زمان که ما طفل بودیم سر پدر و مادر مکلف باید کالای نو می داشتیم، بازی که بهتر که کل چیز نو می یادتان شاید نباشه، چون در دهات موزه پای میکردن طفلا. با ما کل چیزم نو بود و اتفاقا یک کفشم که نبود. باز ما جای کفش یک موزه را پای کردم که خیلی در پایم کلان بود. وقتی که من در مسیر شهر بازار میرفتم دیگه در پایم یک رقم صدا میداد، تف تف تف. ولی امو سختی را رفتن به کفش کلان را لذت نو بودنش هم میارزید که من چون که مستی بودم کفشم نو است، خوش داشتم که این را بپشم. بله بله، بسیار جالب، بسیار خوب. خب استاد، این موضوع ایدی ما باشه به خاطر که دیگه مهمان هم اینجا حضور دارن و منتظر هستن. موضوع ایدی ما خلاص شد دیگه، ما را ایدی میتا دیگه من جریمه شدم. بله 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 دیگه آقای تاتارم جریمه شد. آقای تاتارم ایدی قبول کردن میتا مرا. می‌بینیم که الان رقابت بین دو تا بزرگوار است که کدامشون ایدی بیشتر کالای خود دفتر چیز کردیم، بسه پولای مونجه مانده. خیر از مشکل نیست، از برنامه ختم شدیم، باز انشالله تشریف میاریم دفتر. سایز مشکل نیست. ولی آقای ساتار میتونه نقدان هم اینجا بده که از هر کس نقد است، نقد که نیست باز برنامه که ختم شد بخش باز. بله برنامه که من میگم برنامه که ختم شد بهتره دیگه میدیم. جنجال درست میتونه. حالا واسه منصف و قاضی قاضی منصفی هست. تشکر بسیار زیاد. اگر کدام پیام یا گفتنی داشته باشین سلامت باشید و تقدیر تشکر از همه عزیزان، خصوص شما دوتا مجری موفق و ارجمند که یک برنامه خوبی ترتیب دادید. و راضی سلامتی، موفقیت، تندرستی برای مردم عزیز ما، مردم افغانستان. دیگه بسیار خوشحال بودیم که لحظه خدمت شما بودیم. گپ زیاد است. بله. ولی دیگه خوب یک فرصت دیگر ان شاء الله. سلامت باشین. خوش آمدید. باشین بسیار زیاد خوش آمدید. شما اگر گفتنی داشته باشین، اگر به عزیزانی که رفتن هم میتونین اید تبریک بتین از اینجا. من به دوستایی که میبینن عید را تبریک میگویم، صمیمانه ترین لحظات را داشته باشن. اما در مجموع آرزویی را میکنیم که خداوند به برکت دعای حجاج و برکت سعی و تلاش همه ملت ما زمینه یک اتحاد و همدلی، اتفاق و رسیدن به یک صلح پایدار از آرزوی دیرین مردم ما هستند برسیم و جان پیام و بنمایه خود عید قربان، قربانی کردن و ایثار کردن و فدا کردن است که ما برای یک مقصود بسیار متعالی باید از خیلی مسائل بگذاریم تا چیز را به دست بیاریم. این معنا معنای بسیار بلندی هست، معنای بسیار ارجمند و ارزشمند است. ما اگر وقتتان رو نگیرم، یک بیتی از مولانا است، بسیار جالب است. مولانا الله متعال را به قصاب عاشقا تشبیه میده، یعنی که سر میبره عاشقا و قربان کسایی هم که به کشتارگاه و به قربانی میره سر میدهند. سر به اینکه نفسش
بهترین چیزهایش را برای رسیدن به یاد عدس می دهن. و این ظاهر امر عدس دادن است، ولی حقیقتا این پیام وصل است، پیام کامیابی است، پیام جانبازی است. مولانا این نقطه را به عنوان یک امر بسیار فربه و یک نقطه بسیار بسیار مهم به عنوان یک پیام میگیره، بعد بر مخاطبینش میگه که نکی قصاب به خنجر چو سری میش ببره، نه هیلت کشته خود را کشت دانگاه کشاند، چو دمی میش نماند زدمی خود کندش پور، تو ببینی دمی از دان به گجاهات برساند. سعدی هم یک حرفی داره که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نباشد، ببین که تا چه حد است مقام آدمیت. یکی از ارزشمندترین مقام های آدمیت مقام قربانی هست. به مثل گفتم این را، وگر نه کرمی او نکشد هیچ کس را، و از کشتن برهاند. بس در قربانی موضوع کشتن نیست، موضوع سربازی و جانبازی هست. شما حتی در چیزایی که قربانی می شود ماهیت نام و نشان از او گرفته می شود، یک چیزی ارزشمند معنوی به خود می گیرد. مثلا میش و گاوی که وقتی که به قربانی آماده می شود دیگر نامی از میش و گاو بره سر او نهاده نمی شود، سر او قربانی و نام گذاشته می شود. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را، ولی دلی را نرماند. دلی من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به کی ماند به کی ماند به کی ماند. این پیامی است که به عنوان یک فرهنگ عالی و متعالی دینی و عرفی بسیار ارزشمند برای بشر پیام داره. به امیدیم که ما ظرفیت های قربانی را در تن و بدن و جسم خود ما و در جامعه ما و در فرهنگ ما همونطور شاید باید دریابیم و خداوند قربانی های همه حجاج ما را قبول بکنند و برای ما هم توفیق رسیدن به اون مقام را و توفیق رسیدن به قربانی و ایثار را در راه الله متعال نصیب بفرمایید. ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. خوش آمدید. خب دوستان عزیز، میان برنامه بسیار کوتاه دارن، دوباره با مهمان ها هستن، همراهی شما عزیزان را خواهانیم.